همراه هستیم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. جواد، به ما بیشتر بگو از ماجرای انتشار ویدیوی جنجالی آزار اذیت زنان توسط این کاربر. جوانی است از منطقه پنجاب پاکستان و در حوالی شهر گوجرانوالا زندگی میکنه و ویدیو زدی، همینطور خودت هم گفتی، در شبکه‌های اجتماعی ازش منتشر شده، بیننده های زیادی داره. ویدیویی که اخیراً منتشر شد و خیلی در واقع خبرساز شد، این ویدیو مال تقریبا میشه گفت 2 ماه پیش است. در این ویدیو قشنگ میشه دید که خانلی در واقع کنار خیابانی ایستاده و زنانی که از اون خیابان دارن در واقع رد میشن، از آنها میخواد، آنهایی که حالا اگر پوشش اسلامی به گفته نداشتند، از آنها میخواهد که پوشش اسلامی رو رعایت کنند. در صورتی حالا در احیانا در موارد دیدیم که او پیشنهاد پول کرده به این خانم‌ها، گفته اگه شما پول نداری من این پول رو از من بگیرید و یک روسری برای خودتون بخرید، و احیانا کارش هم در یکی دو مورد به زد و خورد هم کشید. این ویدیوها که در شبکه‌های اجتماعی زیاد هم رسانی میشد، همین اخیرا توسط یکی از کاربران، یک زن به نام صدف، در واقع در تویتر منتشر شد و او این موضوع را بهش اشاره کرد که این یک آزار هست و همچنین در واقع این فرد داره حریم شخصی افراد رو در واقع نقض میکنه، و به پلیس منطقه این موضوع رو ارجاع داد و پلیس هم اقدام رو بر اساس همین شکایت انجام داد و صبح امروز در واقع این شخص دستگیر شده است و هم اکنون در بازداشت هست و پلیس به دنبال این هست که تعداد دیگری که همکاران این شخص هستند آنها رو هم دستگیر بکنه. این فرد در ویدیو اخیرش که در حالی که پلیس بهش دستبندی زده اونجا صحبت میکنه و اونجا میگوید که هدفش در واقع بیشتر جذب بیننده بوده و به خاطر این کار رو انجام داده است. به خاطر این یک بار عذرخواهی هم کرده و گفته که در آینده این کار رو نخواهد کرد. و همچنین به این موضوع هم اشاره بکنم که پیشتر از انتشار این ویدیو به این موضوع اشاره کرده بود که هدفش اصلاح کار است، که الان در واقع از حرفش برگشته و میگوید که نه، هدفش جذب در واقع مشتری و جذب اشتراک کنندگان بیشتری بوده. ممنونم از توضیحات همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما.